دوستانه ګرانقدر السلام علیکم ورحمت الله و, و برکاتم په بشپړی اولی درس یوزی 19م برنامه کویک بوکس خوشامدیدئ د روزای قبلی ما او شما روی ایجاد کردن وینډرز و کستمرز په شکل انفرادی و په شکل ګروبي د برنامه کویک بوکس صحبت کړم امروز ما شما روی ایجاد کردن امپلایز یا امپلایز انفورمیشن دا برنامه کویک بوکس صحبت میکنیم بخاطر ایجاد کردن امپلای دا برنامه کویک بوکس ما د هوم پیج کې اومدین د مقسمه دی پایین کې نیوښته شوډه امپلایز روی از یو کلیک کړیم هم ما میتونیم کې امپلای را دا برنامه کویک بوکس ایز افو کړین بخاطر ازی کې وره کې کلیک کډین مستقیم به شما امپلای سنتر رو باز میکنه اینی قسمت که میبینه این امیر به نام امپلای سنتر میگه دیگه از این طریق ما میتونیم که دنیو امپلای بریم و امپلای خود در برنامه QuickBooks اضافه کنیم و به مشکل ما میتونیم که از خودی منوی امپلایز در اینجا بیایم روی امپلای سنتر کلیک کنیم از این طریق هم ما میتونیم که امپلای رو در برنامه QuickBooks اضافه کنیم و همچنان از طریق لفت آیکن بار که این طرف چپ اینجا اگر شما روی امپلایس کلیک کنین باز بر ما امپلای سنتر را باز میکنه و از این قسمت ما میتونیم امپلای employee یا امپلایز را برنامه کویک بوکس اضافه کنیم وقتی که شما ایمپلوی را یا ایمپلویز در برنامه کویک بوکس اضافه کردین دینی قسمت چیزی را که میبینین نامای ایمپلویز کارمندان کارمندانی که با شما در دفتر دفترتان در تان کار میکنن نامایش از وا در اینجا میایه اگر شما اضافه کرده باشین و در اینجا اتچمنت از کدام اسناد مهم یا کپی قرارداد یا کدام اسناد دیگی که امرای نام زو شما زمینه کرده باشین او ده اینجا برای ما نشان میده. و به مو شکل وقتی که امپلایی را کلیک کردین امپلای انفارمیشن معلوماتی که مربوط امپلایی سورد اینجا نشان میده نامش چیست نام چیست کدام پوزیشن کار میکنه ادرس فیلیش چیست شماره تلفن چیست تمام معلومات از اینجا اضافه میشن و تمام ترانزکشن هایی که با این امپلایی صورت گرفته او در اینجا اضافه میشن در اینجا برای ما نشان داده میشن مثلا اگر برای از ما ماش پیرول پروسس کرده باشیم اگر برای از ما ادوانس سالری داده باشیم اگه ادوانس سالری ده پس از ماش زو کم کرده باشیم تمام ترانزکشن که مربوط اینه می ایمپلای میشه وارد این قسمت برای ما نشان میدن و از این قسمت ما میتونیم ترانزکشن هایی که مربوط می ایمپلای مشخص میشه و را ببین مثلا ما پیچک که برای یک ایمپلای داده باشیم پروسس کرده باشیم یا لایبلیتی چک باشه وارد کلش برای ما این قسمت نشان میده بر صورت اگر خواسته باشیم که ما امپلایی جدید در برنامه کویک بوکس اضافه کنیم میایم روی نیو ایمپلای کلیک میکنیم وقتی که کلیک کردی یک صفحه جدید برای ما شما باز میشه این صفحه که ما سه نوع معلومات ای اوم در اضافه میکنیم یک General انفورمیشن است یک پیرول انفورمیشن است یک امپلایمنت انفورمیشن است General انفورمیشن که است پرسنل انفورمیشن Address and کانتاکت انفورمیشن و ادیشنال انفورمیشن این بخش اول است و بخش دومش که است امپلایمنت انفورمیشن است و بخش سومش که است پیرول انفورمیشن است که امروز ما و شما در روی پرسونال ادرس اندیشنال انفورمیشن صحبت میکنیم می اول د پرسونال انفورمیشن اگر بخویم که ما مو معلومات شخصی مربوط یک کارمند به اینجا اضافه کنیم در برنامه کویک بوکس ما میم د پرسونال انفورمیشن در اینجا که آمادین اول مشخص میکنین که این نفر کیست ما میگیم مستر سرباز فرست فرس نیم ازیستا لاس نیم ازی چیستا صافای ای یک کارمند ماست بنامه سرباز صافعی. و وقتی که ما شما چک بر ازی پرین میکنیم با کدام نام چک پرین به نام سرباز صافای در اینجا اشتباه نکنین چیزی که نامش که در تسکیر است و نامو نام در اینجا شما نوشته کنین نام اوایی که یا در اداره به کارمند یک نام گرفته میشه و نام باید نباشه چیزی که دستناد دا و نام داکومنس هست شما در اینجا اضافه کنین دیگه سوشل سکیوریتی نمبر که از افغانستان هیچ نیست و وجود نداره و استفاده نمیشه ایده خارج است او رو شما میتونین که ده اینجا چی کنین اضافه کنین دیگه جندر مشخص کردن جندر از کی که مل یا فیمیل است ما میگیم که نفر مل است خب دیت آف برد از تاریخ تولد از چی ما اینجا آمده میگیم که بیدر این نفر که است بیستو خب از همیجا از جندری میگیریم آمده ای طرف کلیک فرض سمثال یک تاریخ انتخاب میکنه د फेब्रुवारी میګم 20 फेब्रुवारी 1990 تاریخ تولد شته 20 फेब्रुवारी 1990 تاریخ تولد ديسته دیګ مرिटल سټېټس کی نفر اروسی کده نه کده سنگلس اس، ميريد هستم چه رقم هستم میګم منفر کی هستم میګم کی ميريد هستم روسی کده یا روسی نه کده هر کومش کی واشه انتخاب کولای ته نین ای نه فار کې چې شما ساب مکنین سټیټیزن امریکایستا یا نه سمو مګم نه ای اما ریکارډ کې ساب مکنین د افغانانستان هستم وا کسای کې کویک بوک د افغانانستان استفاده میکنه یا آپشن کولیش نهسته د صورت کې چې شما د اداره کار مکنین کې کارمنده زو خارجي باشه امریکایي باشه باز میتونین ارا یو اس سټیټیزن وګیرین چیرې ارا د انځه اضافه کولا چونی برنامه کویک بوکس اصلا یو پروبلم امریکایستا به و خاطر یو جز زیر به نام یو اس سټیټیزن ای جایزه اضافه کړه اټن سيتي مو قومي ته زیر میږي کی افریقایستا آسیایستا امریکایستا چرکه ما سم ما میګم کی ایشین ما افغانستان کستا مملک آسیایي ایشین حساب میشه خو دې کې اضافه کوي ان بایز میم د ډیسیبليټی کی مو شمه مالولیت میګم کی مالول هست یعنی تاسو هغه یا ست انتخاب کړئ نویته شما انجه مشخص میکنه نو انتخاب کړئ به امونه کی ضرورت نسته چې معلومات نويشته کړئ دیګه کی 129 فورم مسته کی د افغانستان اپلیکبل نه سای عام د یو ایس دګه جوه استفاده میشه میم در خدمات اسکری زی آی نفر خدمات اسکری را انجام داده ملیتری بله اگر یس انتخاب کردین البته یس yes که انتخاب کردین در ایجا باز ستیتس وضعیتش شنوشته میکنه که فیلن اکتیف هست یعنی ریزرف هستن و میگیم نو این خدمات اسکری را انجام نداده دیگه که هستن میم در بخشی ادرس این کنتاک دیتایل ازی اینجا که آمدین فل ادرس ازی را شما نوشته میکنین میکنم که کابل یونیورسیتی روڈ Kabul University Road the point me bus da injna wista me kunum ki next to uh, Kabul село Kabul село uh, city Kabul no wista me kunum sahi sta Afghanistan state na da zip code ki село ke zip code 6060 sta ساحیک دیبوری که هست مکمل رو زیب کوده چند است یک هزار و شش هست دیگه من فون نمبر این نفر داره یا نداره بله میگم من فون نمبر ازی که هست نوشته کردم که افتاده و هشت هفتاد پنج شست و شش سی سیزده این من فون نمبرش هست ایمیل ای ادرس داره بله میگم آی سیفزاده ارد جیمیل دوت ایمیل ادرس این نفر است ورک فون نمبر این معلومات دیگه شاید اضافه میکنی اضافه کو اگر اضافه نمیکنی هیچ ضرورت اگر دیگه مثلا سی سی ایمیل ایمیل پدر یا بیادر اضافه میکنه اضافه کو تغییر از نیاز نیست خب یک چیز دیگه بعضی دوستا که است مثلا زیاتر ما شما با کارمنده خود مثلا در یک گروپ وصل می باشیم که او گروپ یا از واتس اپ می باشه یا از اسکایپ می باشه یا به با مشکل دیگه اگر شما یک قسم معلومات دیگه را مثلا معلومات لینکدین فیسبوک توییتر به مشکل سکاب ایدی چیزها رو میخوایم اضافه کنیم میتونیم اضافه کنیم مثلا ما سکاب ایدی زیر اضافه میکنیم سکاب ایدی زی چیست؟ نوشته که دم ام اسلام صفحه ای ایدی ای سکاب ای زی نفر است کارمند به شکل مثال و در اینجا دیگه امرجنسی کنترل اینفومیشن یا اینفوستا خدا نخواسته ای کارمن یک حادثه رخ میده به کارمن مثلا مریض میشه یا موتر میزنه یا کدام گبی دیگه, دیگه دی دفتر میشه باید ما شما از دوستای از یا کسی از دوستایش مثلا پدر، بیادر کاکا، ماما شمارش رو باید داشته باشیم که در صورتی که امرجنسی رخ می به این نفر ما با اونا ارتباط بگیریم یا تلفون از این کار نمی کنه. پس نفر دوم که باید با اونا ما ارتباط بگیریم کی است معلوماتش رو اینجا باید سکر کنیم مثلا ما که نام نفر که است حضرت, حضرت ولی است حضرت ولی این فون نمبر از چند است نوشته کردم که این نفر با ای چی ارتباط داره این نمی از ارتولی با این نمی ایمپلایی میگه میگه بیادرش هست پدرش هست پارتنرش هست مادرش هست فادرش هست برادرش هست میگم سعیست هم دیگه نویشته قدم که مثلا آ... آ... سلام خان یا مثلا نویشته کدم محمد اسلام آ... محمد اسلام سیف زاده شماره ازی چند هست میگم 78, 75, 66, 36, 13 این کلش از اگزمپل منو نوشته میگم چی جمع نوشته کردم شماره خود جمع نوشته کردم میگم این نفر چیزی میشه ای پارتنرش هست بیادرش هست چیست من مثلا نوشته کردم که هم بیادر دیگهش هست بعد از او این معلومات که شما درج کردین میم در بخش ادیشنال انفورمیشن معلومات اضافی اگر امپلوی آی داره ام، کارت داره کارت داره آی دی نمبر ش شما اینجا ذکر میکنین و در پالوی آی دی نمبر شما میتونین اکاونت نمبر از هم نوشته کنید یا کم نمبر نوشته کن یا آی دی فرق نمیکنه مثلا ما به این کارمند که هست ما ش روان میکنیم کارمند دمو اکاونت نمبر ش باید برای ما مشخص معلوم باشه اگر اکاونت نمبرش مشخص معلوم نیست خیر آی دی اینجا ایمپلای آی دی شما میتونین اضافه کنین مثلا من نوشته کردم که اچ آی کی نوشته کردم که 210 بعد از او 2020 نوشته کردم ای مثلا یک امپلای آهیری نمبر از می کارمند ماست بلینگ ریت لیول که هستم فیلن ما روی از او صحبت نمیکنیم بعدا باز انشاءال روی از او صحبت می دی طرف ده طرف راست که شما می بینید نوشته که در دیفاین فیلد که کدام معلومات ای را شما در اینجا اضافه میکنین میتون می بخش دیفاین بیاین یا نام بتین به مولیبل لما فیلد که شما اضافه مثل که ما شما در برنامه کویک بوکس و ببخشید در برنامه کویک بوکس د بخشی وندر و کستمر اینه فیلد هم داشتیم دو جمع شما رو ازی صحبت کردیم در اینجا میتون نامی نام فیلد نوشته کنین و بعد از شما ایر انتخاب کنین صحیح مثلا در اینجا ایر که انتخاب کنین امپلوی ای این قسمت برای ما چی میشه اضافه میشه خب ما ایر اضافه نه کنیم به خاطر اینکه زیاد فیلد است معلومات ازی مکمل اینجا ای تو معلومات اضافی ما نداریم که مونده باشه اینجا درد بعد از اومه میایم اوکی کلیک میکنیم بخاطر از اینکه پیرول انفورمیشن و امپلایمنت انفورمیشن در د دوای بعدی ما ریکارد میکنیم چون وید می دوریشن ویدوی ما چه میشه زیاد میشه وقتی که شما اوکی کلیک کنین چون ما پیرول انفورمیشن زیر اد نکریم برای ما کوئی بوک یک مسج میگه شما پیرول انفورمیشن زیر ست اپ نکردین میخواین اورا فلن ست اپ کنین میگه نه لیو از اس چه قسم کی معلومات ما درج کریم به مو شکلی روان اگر میخواین ست اپ کنین ست اپ ناو کلیک میگم نه اپ لی از اس کلیک میکن وقتی که کلیک کردین یک دانه ایمپلای امرای ما شما به نام سرباز صفه دینی قسمت اضافه میشه دیگه اینجا مو جنرال انفورمیشن که ما شما اد کرده بودیم دو جه این، اینجا و دینی قسمت ترانزیکشن ها که فعلا هیچ ترانزیکشن با این نفر صورت نگرفته دیگه ای بود دوستا درس بخش اولی روزی 19 برنامه کویک بوکس اگر شما دیگه ریکارد برنامه کویک بوکس ما با خود ندارین ما تمام کی ریکارد ما کی که روزمره ریکارد میکنم در چنل یوتیوب ما که به نام محمد اسلام سیف است است اوجا اپلود میکنیم اگر شما از طریق چنل یوتیوب ما با ما واصل نیستین شما یوتیوب باز کنین در کامپیوتر تن ده موبایل تان می سرچ نوشته کنین محمد اسلام سیف بر بعد از سرچ کلیک کنین سرچ کی کلیک کردن این قسم جواب را برای ما یوتیوب میتن اینی جواب اولش که به نام محمد اسلام سیف زاده اینا می چنل ما است طرف عکس ما ای را شما کلیک کنین مستقیم داخل چانل یوتیوب ما میشین بین د پلی پلیلیست در پلیلیست که اومدین ببینین تمام پروگرام های آموزشی که مربوط کمپیوتر میشه یا مربوط محاسبه میشه اکاونتنگ تمام زیاره ما در اینجا اپلود کردیم مثلا کویک بوکس تا 23 ریکارد ما اینجا جور کردیم ویدوار را میبینین جنوشتا کده کویک بوکس انترپرایز سلوشن 2020 در ری پرژن لرننگ ای را میتونین ازمیجی ای باس کنین مستقیم کلیک کنین وا اور واچ قدم میتونید دا میتونید ډاونلود قدم میتونید په مشکل آموزش انټرنیټ تو به مشکل اكسل فنکشن ان فارمولا به مشکل دیگه پروګرامای کمپیوټر مثلا ام اس افیس استا فایل اكسل فینانشل اکاونټینګ استا خو خلاصہ شما تمام پروګرامای آموزشی کمپیوټر مو ازمی چینل یوټیوب ما, ما بد استفاده میتونین یې ډاونلود قدم میتونین دیدم میتونین دیگه یبو دوستان درس روزی 9م البته بخش اول